این چهارتا رو که یاد گرفتی، حالا یه چیزایی که چند تا جمله میگم که مال سلول گالوانیه، فقط دوتاشو قبلا گفتم. ببین یه بار دیگه، این حرفایی که الان میخوام بزنم فقط مال سلول گالوانیه، یعنی تو الکترولیتی دیگه درست نیست. خوبیش اینه که تو الکترولیتی اینا درست نیست، ولی برعکساش درسته. یعنی تو اینا رو یاد بگیری برعکسش هم یاد گرفتی. الان کاتود قطب چی شد؟ این بار مثبت بود یا منفی؟ میخوای شکل رو ببینی دوباره؟ مس اینجا قطب چیه؟ قطب مثبت که شد کاتود. پس کاتود قطب مثبته. واکنش چگونه انجام میشد؟ خود به خودی تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی یا الکتریکی به شیمیایی، شیمیایی به الکتریکی. پس یه بار با هم تکرار کن. اول دوباره اون چهار تا جمله‌ای که همواره درستن رو بگو. همواره کاهش در کاتود، کاتیونا میرن کاتود، الکترونا میرن کاتود، و کاتود چی میشه؟ کپل میشه. اوکی، برعکسش هم درستن همیشه. اما ویژگی سلول گالوانی، کاتود قطب مثبت، تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی، واکنش خود به خودی، واکنش گرما ده. آفرین. این جملاتی که گفتید فقط مال سلول گالوانی بوده این آخریا. تو سلولای دیگه که خواهیم خوند بهش میگیم سلولهای الکترولیتی، هنوز نخوندیم. اینا درست نیستن، اون همواره ها درستن، کاهش در کاتود و اینا، ولی اینا درست نیستن، برعکس ها اینا درسته. یعنی ما الان اونا رو که هنوز نخوندیم سلول الکترولیتی اسمشون هم بلدیم. الان میخوام از شما ویژگی سلول الکترولیتی رو به من بگی. کاتود اونجا میشه قطب منفی، واکنش غیر خود به خودی، یعنی گرما گیر، یعنی واکنش خودش انجام نمیشه. اونجا شیمی در خدمت برق خواهد بود یا برق در خدمت شیمی؟ برق در خدمت شیمی، یعنی برخلاف سلول گالوانی یا باتری که هدف ما تولید برق بود، اونجا هدف ما چیه؟ شیمیایی. خواهیم دید چه اهدافی داریم. اونجا برق در خدمت شیمیه، یک واکنش شیمیایی غیر خود به خودی که خودش تمایل به انجام نداره رو و گرماگیره و باید انرژی بگیره، شما به زور برق انجام میدی. اگه شکل بد دادن و سلولی دادن که به باتری وصل بود، میشه سلول الکترولیتی، چون داره برق رو مصرف میکنه. ولی اگه به هر چیز دیگه ای مثل لامپ وصل بود، میشه سلول گالوانی، چون داره برق رو تولید میکنه، لامپ رو روشن میکنه. گرفتین؟ تقدیم به شما. خب برگردیم به کتابمون. بله، بنابراین میگه کدام الکترود اینجا تو ZnCu نقش آنودو داره؟ Zn. و کدوم نقش کاتودو داره؟ Cu. از اولم میشد گفت بین Zn و Cu قدرت کاهندگی کی بیشتر بود؟ یادته؟ Zn. پس قدرت اکسندگی کی بیشتر بود؟ Cu. پس کی تمایلش به کاهش بیشتر بود؟ Cu. کاهش همواره در کاتود انجام میشه، که دارم. پس بنابراین کاتود ما میشه Cu. گرفتی اینو؟ مرسی. میخوای تمرین با هم بکنیم؟ ببین میگه که Fe و Cu. خب اینم خوندیم که ترتیب کاهندگیشون اینجوریه، یعنی میل Fe به کاهندگی بیشتره. پس تمایل اکسندگی کی بیشتره تو بگو. کی؟ Cu. پس کی کاهش تمایل داره پیدا کنه؟ Cu. پس چون سلول گالوانی خود به خودیه، اون کاری که دوست دارن رو انجام میدن. یعنی Cu چیکار میکنه؟ کاهش پیدا میکنه و کاهش همواره در کاتوده. تموم شد. تو فهمیدی Cu کاتوده و آهن آنوده. حالا هرچی ازت بپرسن میدونی. مثلا میگن الکترون ها سمت کی میرن؟ تو بگو همواره الکترون ها کجا میرن؟ الکترون ها میرن کاتود، پس میرن به سمت Cu. کاتیونا یعنی یانای با بار مثبت کجا میرن؟ کاتود، پس میرن به سمت Cu. آنیونا کجا میرن؟ همیشه میرن آنود، پس میرن سمت آهن. بر جرم کدوم تیغ افزوده میشه؟ همواره کاتود کپل میشه، پس میشه Cu. از جرم کی کم میشه؟ آهن. هر سوالی بپرسن میتونی جواب بدیم. خب حالا بریم جلوتر.
میگه در مدار بیرونی حرکت الکترون در چه جهتی است؟ چرا همواره الکترون ها میرن؟ کاتود. پس از میرن به سمت ZN یا CU، به سمت CU. بله. خب حالا میگه توضیح دهید چرا پس از مدتی جرم تیغه روی کم و جرم تیغه مس زیاد شده؟ گفتیم با گذشت زمان چون مس داره تولید میشه به جرمش اضافه میشه و چون از جرم تیغه روی داره کم میشه، چون روی واکنش دهنده است، واکنش میده، لاغر میشه آنود. بله که اینجا توضیح دادیم. میگه آموختید که سلول گالوانی دستگاهی است که میتواند بر اساس قدرت کاهندگی فلزها انرژی الکتریکی تولید کند. برای نمونه در سلول گالوانی روی مس نیم واکنش اکسایش در آنود همواره، یعنی روی، انجام میشد و هر اتم روی 2 الکترون از دست میداد. همه اینا رو واکنشاشو دیدیم و به شکل یون روی وارد محلول میشود. به دلیل تولید الکترون در این الکترود آن را با علامت منفی نشان میدهند. الکترون های تولید شده در سطح الکترود روی از طریق مدار بیرونی یعنی سیم رابط به سوی الکترود مس روانه میشوند. هر یون مس یون مس منظورش سی یو دو مثبته موجود در محلول این دو الکترون را میگیرد و به شکل اتم مس بر سطح تیغه می نشیند. به این دلیل تیغه مس توپلتر میشه. انتظار می رود با ادامه این روند به تدریج در محلول پیرامون الکترود آنود غلظت کاتیون روی از آنیون ها بیشتر شده، اما در محلول پیرامون الکترود کاتود غلظت آنیون ها بیشتر. برای همین هم کاتیون ها میرن کاتود، آنیون ها میرن آنود که توضیح دادیم. ببین غلظت کاتیون پیرامون الکترود آنود غلظت کاتیون بیشتر از آنیون شده، چون کاتیون زیاده میره اونور، یعنی میره کاتود که گفتیم کاتیون ها میرن کاتود. در پیرامون کاتود هم آنیون ها بیشتر میشه، پس آنیون ها میرن آنود دیگه، چون تو کاتود زیادن که بالانس برقرار بشه. ببین جمله یاد باشه، کاتیون ها همواره میرن کاتود. هر جدی ایون مثبت داره میره. الان شکل سلول سوختی رو میبینی توی آبکاری، توی نمیدونم خوردگی، تو همه اینا شما یه فلش میبینی، یه کاتیون داره تو محلول عبور میکنه. مطمئن باش چون کاتیون همواره میره کاتود، اون جایی که اینا دارن میرن کاتوده، مقصدشون کاتوده. بنابراین میگه که هیچ وقت این امکان اتفاق نمیافته، یعنی تراکم بار زیاد نمیشه، چون نه آنیونا میرن آنود، کاتیونا میرن کاتود، که توازن بار برقرار باشه. میگه دیواره متخلخلی هم که اون بین سوراخ دار باعث عبور ایون ها میشه، وظیفش اینه، از جنس سوفال، خاک چینی یا کاولن، آزبست یا گرد فشرده شیشه است که از مخروط شدن مستقیم و سریع دو الکترولیت جلوگیری میکند. البته آزبست اگه باشه یه مقداری به علت سرطان زایی بالا استفاده ازش سالهاست ممنوع شده. من نمیدونم چرا کتاب اینو مؤلفین محترمش گفتن. به هر حال میگه شکل زیر سلول گالوانی مس نقره را نشان میدهد. خب با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید. علامت الکترودهای مس و نقره را مشخص کنید. اولا از رنگش معلومه این که قهوه‌ای مس و این که نقره‌ای رنگه، خب آجیه، ولی یه نشونیه. اگه رنگ نداشت چی؟ مثلا توی امتحان که معمولا سوالای ما سیاه‌سفیده، چجوری به این سوال جواب بدیم؟ خب معلومه، میشه فهمید که اینجا محلول مس و سولفات داریم. یادت گفتم تیغه از هر جنسی باشه محلول باید از نمک همون باشه. اگه محلول نمک مسه پس باید تیغه مس باشه، اگه محلول نمک نقره است تیغه روی باید باشه. متوجه این؟ پس معلوم میشه اینجا فلز رویه، اینجا فلز مس هستش. بعد حالا در واقع علامت شاید منظورش بار مثبت منفی، اونم مشخص بکنیم. اینجایی که الکترون خارج میشه ازش قطب چیه؟ قطب منفیه دیگه. و اینجایی که الکترون وارد میشه قطب مثبته. بعد اینجا هم همین مسئله رو توضیح داده. بعد پرسید در قسمت به نیم واکنش های انجام شده در آنود و کاتود را بنویسید. بچه در سلول گالوانی قطب مثبت آنود بود یا کاتود بود؟ کاتود بود. پس اینجا آجی کاتوده و سیو آنود. اینو به خاطر بسپر. حالا نیم واکنش میخوای بنویسی، همواره کاهش در
داشت، کاهش در کاتود. آفرین. پس کاتود ما اگه آجیه، آجی میشه کاتود، دچار کاهش میشه. کاهش یعنی الکترون گرفتن یا الکترون دادن، میشه الکترون گرفتن. پس آجی مثبت الکترون میگیره میشه آجی. ممکنه تو از من بپرسی که چرا ننوشتم آجی به علاوه الکترون؟ ولی اینکه آجی فلزه، فلزا که الکترون نمیگیرن، آجی مثبته که الکترون میگیره. اینو موقع نوشتن نیم واکنشا بهش دقت کن. بعد نیم واکنش آنودی اگر کاهش در کاتوده، چی در آنود؟ اکسایش. اکسایش یعنی الکترون از دست دادن. بنابراین سی یو ما شروع میکنه الکترون از دست میده، میشه چی؟ سی یو دوباره مثبت. حالا اگه واکنش موازنه هم بکنیم اینجوری میشه، واکنش کلیو بخواد برای اینکه الکترون ها برن، ما باید واکنش رو بالایی رو در دو ضرب بکنیم که الکتروناش با هم برن. چی میشه واکنش کلی؟ میشه دو تا آجی مثبت به علاوه سی یو میدهد دو تا ای جی به علاوه سی یو دوباره مثبت، که البته اینجا هم به صورت تایپی دارین همونو میبینین. میگه با انجام واکنش جرم الکترودها چه تغییری میکند؟ خب همواره کاهش در همواره کاتود چی میشه؟ کاکا بگو. کاهش در کاتود و کاتود چی میشه؟ کوپل میشه. پس بنابراین اینجا کاتود کی بود؟ آجی. پس به جرم تیغه آجی افزوده میشه و آنود هم برعکسش لاغر میشه، پس از جرم تیغه مس کم میشه. بله، میگه جهت حرکت الکترون یونها رو از دیوار متخلخل، اینم که بهت نشونی دادم، همواره کاکاتیون کجا میره؟ کاتود. آفرین، هم که دارم. برابر این کاتیونا میرن کاتود، آنیونا هم میرن آنود. کاتیونا یعنی یون با بار مثبت میرن کاتود. اینجا کاتود کی بود؟ ایجی یا نقره. پس یونای مثبت میرن سمت ایجی یا کاتیونا، آنیونا هم میرن سمت سی یو. بله، اینجا هم توضیح کامل هست، حتما بخونین. با ساختار و شیوه کار سلول گالوانی آشنا شدید. سلولی که به دلیل تولید انرژی الکتریکی، این تولیدش مهمه، ویژگی یک باتری را دارد، با اینکه هر سلول گالوانی ولتاژ معینی دارد، اما در آنها با تغییر هر یک از اجزا ولتاژ تغییر می‌کند. آیا می‌دانید این ولتاژ ناشی از چیست؟ بله، خدمتون گفتم این ولتاژ ناشی از اختلاف پتانسیل بین دو تا فلزه. چگونه میتوان را اندازه گیری کرد؟ اگر در سلول گالوانی به جای لام ولت سنج قرار گیرد، ولتاژی که ولت سنج نشان میدهد اختلاف پتانسیل میان دو نیم سلول است، کمیتی که به نیروی الکتروموتوری معروف است و با EMF نشان میدهد. EMF مخفف الکترومودیف فورسه، یعنی نیروی الکتروموتوری سلول. اگه بخوام خیلی راحت بگم میشه ولتاژ سلول، یعنی خودمونیش میشه ولتاژ سلول. EMF یاد باشه. اینک میپرسید برای تعیین سهم هر یک از نیم سلولا در ولتاژ سلول چه باید کرد؟ خب اندازه‌گیری پتانسیل یک نیم سلول به طور جداگانه ممکن نیست و باید این کمیت به طور نسبی اندازه‌گیری شود. الان میفهمین دقیقاً یعنی چی این جملات. شیمیدان‌ها برای دستیابی به این هدف یه نیم سلول استاندارد در نظر گرفتن. اسمش از SHE یعنی استاندارد هیدروژن الکترود، یا الکترود استاندارد هیدروژن. پتانسیل آن رو گرفتیم صفر، خودمون قرارداد کردیم صفر باشه. بعد اومدیم با مقایسه اون با بقیه نیم سلولا در واقع ولتاژ یا EMF اونا رو حساب کردیم. در مورد SHE باید یادتون باشه شرایطش باید شرایط استاندارد باشه. استانداردش اینجوریه: دما 25 درجه، فشار گاز 1 اتمسفر، غلظت 1 مولار برای محلول الکترولیت. حالا نگاه کن، ما وقتی میخواستیم الان برای مس یه نیم سلول درست کنیم، یه تیغه مس میذاشتیم که رسانا بود توی چی؟ توی محلول نمک مس، مثل محلول CuSO4. حالا وقتی میخوای از هیدروژن یه نیم سلول درست کنی چیکار باید بکنی؟ باید یه تیغه از هیدروژن درست کنی که رسانا باشه. هیدروژن که فلز نیست که رسانا باشه، تازه گازه، چجوری ازش یه تیغه درست کنی؟
بنابراین ما باید بریم سراغ یه فلز که رسانا باشه، کار رسانایی و حمل و نقل الکترون‌ها رو انجام بده، در این حال فلزی با واکنش پذیری پایین باشه که خودش وارد واکنش نشه. در استاندارد SHE یا سلول استاندارد هیدروژن تدوین شده که باید از فلز پلاتین استفاده کرد که ما میدونیم واکنشی با کسی نمیده. فلز پلاتین باید استفاده کرد و گاز هیدروژن رو دمید تو سلول. حالا شما بگید اگر محلولی از CU بود باید نمک چی میذاشتیم؟ CuSO4 یا CuCl2 یا CuNO3 یا CU هر چی تو بگی اونش مهم نیست، مهم CU شه. حالا اگر ZN بود چی؟ ZN هر چی، محلول ZN هر چی. حالا اگه هیدروژن باشه محلول هیدروژن هر چی، و در فصل قبل خوندین هیدروژن هر چی یعنی محلول اسید، پس باید محلول اسید باشه. غلظتش چقدر باشه؟ 1 مولار. چرا؟ استاندارده. فشار گاز هیدروژن چقدر باشه؟ 1 اتمسفر. اینجا شکل SHE رو با هم میبینیم، الکترود پلاتینی اینجاست، گاز هیدروژن با فشار 1 اتمسفر، محلول اسید که هاش مثبتش غلظتش 1 مول بر لیتر. 1 مول بر لیتر یعنی پهاشش چند میشه؟ اگه حساب بکنی 0 میشه. چرا؟ مثلا پهاش نمیشه 1 باشه، با حتما 0 باشه. خب گفتم استانداردش اینجوری تدوین شده، ما هم همینا رو حفظ میکنیم، در واقع درس حفظیه. اما داستان اینه که چجوری میشه از روی SHE یا الکترود استاندارد هیدروژن در واقع پتانسیل بقیه فلزات رو به دست آورد. نیا کنید بچه ها، EMF رو که صحبتشو کردیم که با E0 نشونش میدیم، یاد بگیر با چی نشون میدیم E0. این چیه؟ همون EMFه. EMF فارسی چی میشد؟ نیروی الکتروموتوری سلول. خودمونیش چی میشد؟ ولتاژ سلول. آقا این باتری ما چند ولته؟ همین، به همین راحتی. E0 همیشه از این را به دست میاد، E0 کاتود منهای E0 آنود. E0 کاتود و آنود چیه؟ یعنی ولتاژ یا پتانسیل اون کاتود و آنود ما و منهاشون، یعنی اختلافش دیگه، اختلاف پتانسیلشون. حالا بیا یه مثال بزنم قضیه برات جا بیفته. فرض کن سلول CU هیدروژن داریم. خب ما به جای هیدروژن باید چه نیم سلولی استفاده کنیم؟ SHE دیگه، این شکلیه. به جای CU چی؟ خب یه تیغه CU بر میداریم میذاریم تو محلول چی؟ تو محلولی از CuSO4 دیگه، بلدین. بعد اینا رو وصل میکنیم به ولتمتر. خب E0 سلول میشه E0 کاتود منهای E0 آنود، یعنی ولتاژ سلول. حالا اگه کافیه من به شما بگم که CU تمایلش به کاهش بیشتر از هیدروژنه، اوکی، حرف من الان بهتون اثبات میشه، فعلا قبول کنید. خب پس CU چون تمایلش به کاهش بیشتره میشه چی؟ کاتود. تموم شد. پس اینجا به جای E0 کاتود مینویسم E0 CU منهای E0 اون یکی هم میشه هیدروژن، درسته؟ خب حالا ما گفتیم که E0 سلول همون ولتاژ سلوله، از کجا میاریم؟ اینجا ولتسنج به ما نشون میده. مثلا اگه E0 سلول رو من این رابطه رو بیارم اینجا، ولتسنج نوشت 34 صدم ولت، دارم جایگذاری میکنم، میشه E0 CU منهای E0 هیدروژن که فرض کردیم 0. این معادله رو حل کن، چه نتیجه ای میگیری؟ E0 CU میشه 34 صدم ولت. پس فردا اگه شنیدی E0 CU ولتاژ CU 34 صدم ولته، این معنیش فقط اینه که اختلاف پتانسیل CU با هیدروژن 34 صدم. اگه گفت فلان عنصر E0ش 0.6 ولته، یعنی اختلاف پتانسیلش با هیدروژن انقدره. متوجه شدید این عددهای E0 چیان؟ خب حالا به یه جدول بسیار مهم نگاه کنید.
اسمش هست جدول پتانسیل کاهشی استاندارد برای برخی نیم سلولا. اولا کلمه استاندارد همونایی که گفتیم، یعنی محلول باید یک مولار باشه، فشار یک اتمسفر باشه، دما 25 درجه. اما این یعنی چی جدول پتانسیل کاهشی؟ ببینید پتانسیل که میدونیم چیه، کاهشی یعنی به ترتیب کاهش ردیف شدن. در واقع در این جدول عناصر در یه رقابتی شرکت کردن بر سر کاهش، و اونایی که بهتر کاهش پیدا میکنن کجای جدولن؟ همیشه صدر جدولن. و اونایی که خوب کاهش پیدا نمیکنن در واقع کجای جدولن؟ پایین. اونا کسی که خوب اکسایش پیدا میکنن. آفرین. حالا اگه ما بخوایم فلزا رو مد نظر قرار بدیم، شما میدونید به طور کلی فلزا تمایل دارن به گرفتن الکترون یا دادن الکترون، درسته؟ فلزا تمایل دارن الکترون از دست بدن، یعنی چی؟ اکسایش پیدا کنن. پس فلزا به طور کلی تو این جدول خیلی بالای جدول نیستن، ولی که خود فلزا رو بخوایم مقایسه کنیم، اون فلزایی که واکنش پذیریشون بیشتره، یعنی خصلت فلزی بیشتری دارن، یعنی تمایل بیشتری برای از دست دادن الکترون دارن، یعنی تمایل به چی دارن؟ اکسایش دارن. چون این جدول توش رقابت بر سر کاهشه، صد نشیناش خوب تمایل به کاهش دارن، پس این فلزای واکنش پذیر کجا این جدولن؟ پایینن دیگه. اما فلزایی که واکنش پذیر نیستن، مثل طلا و پلاتین، نقره اینا، یا مس که الان دیدیم اینا که واکنش خیلی نمیدن، اینا اصلا تمایل به اکسایش ندارن، پس از تهنشین یا قرنشین نیستن، اینا بالاترن در بین بقیه فلزات. این ترتیب رو میبینید، طلا، پلاتین، نقره، مس، هیدروژن، قل، آهن، روی، منگنز، آلومینیوم، منیزیم، فلز گروه دو با کنش پذیری بالا، تمایل به از دست دادن الکترون یا اکسایش بالا. و این جدول چون بر اساس رقابت کاهشی، این میشه قرنشی. البته های فلزای گروه اول مثل سزیوم بودن از این هم پایین تر بودن، ولی کتاب اینا رو انتخاب کرده. خب این ترتیب رو خوب یاد بگیریم. یه بار دیگه، این ترتیب روی تمایل به کاهشه، پس کتاب هم نوشته هر چی میریم بالا چون تمایل به کاهش بیشتر میشه، میشه اکسنده قوی تر. متوجه این؟ ای صفر هیدروژن هم وسط های فلزای هیدروژن رو ای صفرشو گرفتیم صفر. حالا مال سی او چنده؟ سی و چهار صدم. ولی شما میدونید الان یعنی چی ای صفر سی او سی و چهار صدمه، یعنی اختلاف پتانسیلش با هیدروژن سی و چهار صدمه، و چون بالاتری یعنی تمایلش به چی بیشتره؟ کاهش. متوجه این؟ بسیار خوب، این ترتیب رو سعی کنیم حفظ کنیم. طلا، پلاتین، نقره، سی او، هیدروژن، قل، آهن، زد ان ام ان آل و ام جی. هر چی میریم بالا ای صفر هم بزرگتر میشه، یعنی تمایل به کاهش بیشتر و بیشتر میشه. همین توضیحاتی که من دادم اینجا هم نوشته شده. میگه هر یک از نیم واکنش های جدول در هر یک از نیم واکنش های جدول ای صفر میتواند بسته به شرایط انجام واکنش کلی در جهت رفت یا برگشت پیش روند. اینجا منظورش از نیم واکنش ها اینه که اینجا نوشته شده. اگه نگاه کنید همه نیم واکنش ها توشون عنصره داره الکترون میگیره، یعنی همه کاهشن، اصلا اسم جدول بر همین پتانسیل کاهشیه. خب خود را بیازمایید. حالا میرسیم به یه سوال مهم. میگه که با استفاده از جدول یک، همون جدولی که قرار شد حفظش بکنید، در سلول گالوانی ساخته شده از نقره و منیزیم، اگر هنوز حفظ نشدی دوباره با هم یه نگاهی به جدول میکنیم. نقره و منیزیم، خب نقره بالاتر، منیزیم خیلی پایینه، تمایل نقره به، چون بالاتره، به کاهش بیشتره. خب پس قبل از این که من سوالو بخونم، این مسائل رو برای خودم حلاجی میکنم. نقره چون بالاتره تمایلش به کاهش بیشتره، میشه کاهش در کجاست؟ آفرین، کاتود. و منیزیم میشه آنود. کدام الکترود آنود؟ خب همینو جواب دادیم. بعد قسمت ب گفته نیم واکنش های انجام شده را بنویسید و واکنش کل. خب نقره میشه کاتود، باید چه اتفاقی درش بیفته؟ کاهش. کاهش یعنی الکترون گرفتن. آیا نقره به عنوان یه فلز میتونه الکترون بگیره؟ نه. پس کی الکترون میگیره؟ آفرین،
آجی مثبت میبینید، آجی مثبت الکترون میگیره و میشه آجی، و ام جی که در جدول پایین تره تمایل به اکسایش داره اکسایش پیدا میکنه، این الکترون از دست میده. حالا شما بگین پایینی رو چرا در دو ضرب کردیم؟ آفرین، برای این که الکترون ها با هم برن، که میرن با هم و به این واکنش کلی میرسیم. میگه با توجه به جدول یک هر یک از جاهای خالی را پر کنید. ای صفر سی یو دو مثبت به سی یو، یعنی باید کاهش رو بنویسیم از دو به دوباره مثبت به خنثی، یعنی دو تا الکترون از دست داده، یعنی کاهش یافته. خب عددشو باید بریم از تو جدول بخونیم. اینجا چی باید بنویسیم؟ باید بنویسیم Zn دو مثبت به Zn، یعنی اینم کاهش یافته. عددشو رفتیم خوندیم و اینجا قرار دیم. سوال دو میگه در سلول گالوانی تشکیل شده از دو نیم سلول بالا، کدام یک نقش آنود، کدام یک نقش کاتود؟ البته این سوال خیلی آسونه، ولی که اصلا تو اولین مثالمون هم همین سلول رو داشتیم. ولی نگاه بکنید، ما ای صفر زد ان منهای 76 صدومه، ای صفر سی یو مثبت 34 صدومه، کی کدومشون ای صفرش بزرگتره؟ سی یو چون بزرگتره یعنی بالاتره در جدول پتانسیل کاهشی، سی یو یا پایینتره؟ آفرین، بالاتره. چون بالاتره تمایلش به کاهش بیشتره، کاهش همواره در کاتود. تموم شد، پس سی یو شد کاتود، زد ان شد آنود. بله، میگه شکل زیر سلول گالوانی استاندارد روی مس را نشان میدهد، با توجه به آن پاسخ دهید. EMF این سلول رو از روی شکل مشخص کنید. ببینید از روی شکل که معلومه، اینجا عددی که ولت مت داره نشون میده چقدره؟ 1.10 ولت. ولی من چند دقیقه پیشم به شما گفتم که ای صفر سلول از رابطه ای صفر سلول یا همون EMF سلول میشه ای صفر کی منهای کی؟ کاتود منهای آنود. حالا اینجا کی کاتوده؟ سی یو. پس ای صفرش میشه 34 صدم منهای 76 صدم، که جمع اینا میشه مثبت 70 و جمعش دقیقا میشه 1.10 ولت. اوکی بچه، یه چیز دیگه هم بهتون میخوام بگم، راستی با اینکه وسط سوالیم تا یادم نرفته. ببینید در سلول گالوانی همیشه واکنش چیه؟ خود به خودیه. یعنی اونی که بین دوتا فلز ما، دوتا نیم سلول ما، اونی که تمایل به اکسایش داره اکسایش پیدا میکنه، اونی هم که تمایل به کاهش داره کاهش پیدا میکنه. حالا شما بگید علل اصول اگه من دوتا فلز دارم، یکی بالاتر از اون یکیه، منظورم از اینا تیغه‌سا، اونی که فلزه تو جدول تیغش بالاتره از اون یکی فلزه، تمایل به چیش بیشتره؟ کاهش. چون بالاتره ای صفرش چیه؟ بزرگتره. کاهش همواره در کجاست؟ کاتود. پس وقتی میگیم ای صفر کاتود منهای آنود، میشه عدد بزرگ منهای عدد کوچیک. پس ای صفر سلول گالوانی هر سلولی از هر فلزی تشکیل بشه وقتی گالوانی مثبت، اینم به خاطر بسپر. چی گفتم؟ بذار یادآوری از قبل داشته باشم. اولا اون چهار تا جمله همواره رو بگو من بشنوم. همواره کاهش در کاتود، کاتیون ها میرن کاتود، الکترون ها میرن کاتود، و کاتود چی میشه؟ کپل میشه، همه که داشتن. برعکسش هم درسته، اینا همیشه درستن. گالوانی بعدم میخونیم، سوختی، آبکاری، الکترولیز، خوردگی، تو تمام اینا درستن. حالا ویژگی های سلول گالوانی رو بگو، اینا فقط مال گالوانی هن. گفتیم واکنش چگونه انجام میشه؟ آفرین، خود به خودی. کاتود قطب چیه؟ مثبت. تبدیل انرژی الکتریکی به شیمیایی به الکتریکی، یعنی واکنش گرماگیر یا گرماده؟ گرماده. یعنی این که شیمی در خدمت برق یا برق در خدمت شیمی؟ آفرین، شیمی در خدمت برق. یعنی هدف ما چیه؟ هدف ما برقیه. آفرین، تولید برق. یه چیز دیگه هم اضافه شد الان، ای صفر یا ولتاژ یا ای ام اف سلول گالوانی همواره الان باید اثبات کنم چی علامتش؟ مثبت. و چون ما اینا رو بلدیم، سلول الکترولیتی که هنوز نخوندیم هم بلدیم، یعنی در اونجا
کاتود بگو. کاتود قطب منفی، واکنش غیر خود به خودی، یعنی گرما گیر، یعنی اینکه تبدیل انرژی آفرین الکتریکی به شیمیایی، یعنی تولید کننده برق هم الکترولیت یا که هنوز نخوندیم، یا مصرف کننده آفرین، اونا مصرف کننده برق، یعنی باتری هم یا به باتری وصلن آفرین، اونا خودشون باتری نیستن به باتری وصلن. و اونجا هدف ما چیه؟ هدف ما شیمیاییه و تبدیل انرژی الکتریکی به شیمیایی، یعنی یک واکنش شیمیایی غیر خود به خودی، گرماگیری که نیاز به انرژی داره و خودش انجام نمیشه، به زور جریان برق انجام میدیم. متوجه این؟ و در آخر این که ای صفر ما یا ای ام اف ما یا ولتاژ سلول در سلول الکترولیتی منفیه و این خودش یعنی غیر خود به خودی. خب برگردیم به ادامه سوال. میگه که EMF این سلول را که گفتیم چجوری به دست میاد؟ از روی رابطه کاتود منهای آنودم. اینجا البته برعکس نوشتیم بچه ها، این یادتون باشه ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود، اینجا درست نوشته شده. بله همیشه کاتود منهای آنود. خب کدام رابطه زیر برای محاسبه این کمیت به کار رفته توضیح دهید؟ بله همون که گفتیم کاتود منهای آنود به کار رفته. بعد میگه در نمودار زیر هر خط رنگی نشان دهنده یک سلول گالوانی تشکیل شده از دو فلز را نشان میداد. مثلا اینجا AG، اینجا CU، اینجا FE، اینجا ZN، اینجا جای خالی، اینجا MG. حواستون باشه که دقیقا ترتیب همون جدول، تو اون جدول هم از بین همه اینا ایجی بالاتر بود و به همین ترتیب. میگه که نخست برای هر سلول گالوانی آنود و کاتود را مشخص کرده، سپس ای ام اف را حساب کنید. بچه ها هر فلزی که بالاتر باشه در جدول پتانسیل کاهشی، اسمش هم روشه، تمایل به چیش بیشتره؟ کاهش. و کاهش همواره در کاتود، پس هر کی بالاتره میشه کاتود و ای صفر چی داره؟ بزرگتری داره. پس مثلا در سلول ای جی و سی یو، اونی که بالاتر یعنی کی؟ ای جی میشه کاتود. در سلول چه میدونم اف ای و ام جی، کی بالاتر؟ اف ای، میشه کاتود. حالا ای صفرشو جوری حساب کنیم، میریم اونجا میخونیم ای صفر رو، بعد میشه ای صفر کاتود منهای آنود. مطمئنم بسیار کار راحتیه براتون، به جوابش نگاه کنیم. بله مثلا میگه خط صورتی بین فلز چی و چیه؟ صورتی بین ZN و AG، نقره و روی است. با توجه به جدول یک ای صفر فلز نقره بزرگتره، بنابراین در این سلول گالوانی نقره نقش کاتود و روی نقش آنود دارد. عدداشون هم اینه، ای صفر AG، ای صفر نقره، تفاضل کاتود آنود میشه 80 صدم منهای 76 صدم، که این جمع میشه میشه 1.56 صدم ولت، تقریبا اندازه باتری قلمی که 1.5 ولتیه. بسیار خوب، به همین ترتیب بقیه را هم حساب کنیم. بسیار کار راحتیه. قسمت ب میگه اگر چند نیم سلول در اختیار داشته باشیم و بخوایم از آنها در یک سلول گالوانی یا بیشترین ولتاژ رو بسازیم، از کدام نیم سلول استفاده میکنید؟ چرا؟ نگاه کن، بعد برگردیم به شکل رو شکل توضیح بدم براتون. الان اختلاف مثلا ZN و FE بیشتره یا اختلاف ZN و CU؟ خب اختلاف ZN و CU بیشتره، پس تفاوت ای صفراشون هم بیشتره. مگه ولتاژ سلول، EMF سلول نمیشه تفاضل؟ پس هرچی اینا فاصله شون بیشتر باشه، دورتر از هم باشن، ولتاژ بیشتری داره سلول ما، چون اختلاف پتانسیلشون بیشتره. پس بیشترین ولتاژ یا EMF مربوط به بالاترین و پایین، یعنی AG و MG هستش، که اینجا ما همین جوابو دادیم. AG و AU از میخوام که بالاترینه و MG که پایین ترینه. میگه با استفاده از جدول یک EMF سلولی را حساب کنید که واکنش زیر در آن رخ میده. این هم مهمه، نگاه کنید. الان MG بارش خونساه، اما اینجا MG دوباره مثبته، یعنی MG در این واکنش دو الکترون از دست داده، دوچار چی شده؟ اکسایش شده. اگه ایشون دوچار اکسایش شده،
بغلیش حتما دچار کاهش شده و کاهش در کاتود و اکسایش در آنوده. پس ای صفر سلول میشه ای صفر کاتود که اینجا AUه، منهای ای صفر آنود که اینجا MG هستش، که اگه بریم جوابشو بخونیم اینجا براتون نوشتیم میشه 3.87، یعنی بیشترین ولتاژ بین بالاترین و پایین ترین. خب تیتر بعدی توی پیوند با زندگی، لیتیوم فلزی ارزشمند برای ذخیره انرژی الکتریکی. خب بچه ها نگاه کنید، ما الان دیدیم که فلزهایی که در دو سر این طیف جدول پتانسیل کاهشی هستن، این فلزات خیلی اختلاف پتانسیل زیادی داره، یعنی فلزی خیلی بالاست یه فلزی خیلی پایینه، طبیعتا اختلاف ای صفر و پتانسیل اینا انقدر زیاده که ولتاژ سلول هم اختلاف ایناست دیگه، یادتونه ای صفر کاتود منهای آنود. در نتیجه این فلزا خیلی با ارزشن. حالا یادتونه که گفتیم فلزایی که مثلا فلزای گروه اول مثل همین جناب لیتیوم که خیلی واکنش پذیرن، خیلی خصلت فلزی بالایی دارن، یعنی خیلی تمایل به از دست دادن الکترون دارن، این فلزها خیلی تمایلشون به اکسایش زیاده و کجای جدولم پایین. پس الان معنی این جمله رو قشنگ میفهمی که لیتیوم چرا فلزی ارزشمند برای ذخیره انرژی، چرا تو باتری ها خیلی لیتیوم به کار میره. در شکل بعدی، در صفحه بعد تو شکل 9، شما باتری‌های لیتیومی که امروزه خیلی مرسومن رو می‌بینید، باتری‌های تلفن همراه که می‌بینید نوشته LiOn یعنی لیتیوم و ایون استفاده شده، یا باتری‌های دکمه‌ای معروفن باز کلمه لیتیوم رو اینجا می‌بینید که خیلی به کار میرن امروزه. اما یک مدل دیگه از باتری‌ها یا سلولای گالوانی بهش میگیم سلولای سوختی. میگه سلولای سوختی منبعی برای تولید انرژی سبز هستن. الان با این کلمات بیشتر آشنا میشیم. ما عمدتاً به عنوان سوخت در نیروگاه‌ها از سوخت‌های فسیلی استفاده میکنیم، مثل بنزین، مثل گازوئیل، مثل گاز طبیعی یا مثل نفت. به اینا میگن سوخت‌های فسیلی. همه شما میدونید این سوخت‌های فسیلی عمدتاً از هیدروکربن‌ها تشکیل شدن و این هیدروکربن‌ها وقتی که می‌سوزن هوا رو آلوده می‌کنن، اما سلول سوختی انرژی سبز تولید می‌کنه. میگه که استخراج و مصرف بی‌رویه این سوخت‌ها، منظورش سوخت‌های فسیلیه، سبب شده تا اولا ذخایر آن به سرعت کاهش یابد، از سوی دیگر گسترش روزافزون آلودگی ناشی از مصرف این سوخت‌های فسیلی جهان را با چالشی نگران کننده روبرو کرده. این سلولا برای که کربن دی اکسید تولید میکنن، ما دنبال اینیم که مصرف اینو پایین بیاریم. یکی از راهش استفاده از سلول سوختیه که در خیلی جای دنیا و از جمله کشور خودمون استفاده ازش خیلی رایج شده. میگه که در هر یک از روش‌های زیر مراحل تبدیل انرژی شیمیایی موجود در یک سوخت به انرژی الکتریکی نشان داده شده. میدونین که ما در باتری‌های سلول گالوانی دنبال تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکیم. تو روش اول نفت رو برداشتیم و ازش استفاده کردیم و اونو سوزوندیم و از بخار حاصل از اون توربین‌ها رو چرخوندیم و انرژی الکتریکی تولید کردیم. در روش دوم این در واقع سوخت رو برداشتیم و با کمک سلول سوختی برق تولید کردیم. میگه در کدام روش اتلاف انرژی به شکل گرما بیشتر است؟ خب معلومه در روش اول، برای اینکه شما ببینید تعداد مراحل بیشتره، هر مرحله اتلاف انرژی داره، پس در مجموع اتلاف انرژی خیلی بیشتر از سلول سوختیه. در سوال دوم میگه کدام روش کارایی بالاتری دارد؟ طبیعتاً باز در مرحله در روش دوم که سلول سوختیه به دلیل پایین بودن مراحل کارایی و بازده بسیار بالاتره. اما ما اینجا مزایا رو برای شما مرتب کردیم. مزایای سلول سوختی خواهیم دید، یکی داشتن بازدهی بالاتره، بسیار بازدهی نسبتاً بالایی نسبت به بقیه انواع سوخت‌ها سلول سوختی داره.
سلولای سوختی به سوختای فسیلی متداول به سوختای فسیلی متداول وابسته نیست. شما میدید ذخایر سوختای فسیلی مثل نفت در دنیا رو به کاهشه و بنابراین این که سلول سوختی به اونا وابسته نیست یه مزیت محسوب میشه. سلولای سوختی منبع هم توی گفتیم انرژی سبز محسوب میشن، CO2 بسیار کمتری در این سلول تولید میشه. سلولای سوختی با محیط زیست سازگاری دارد زیرا تنها محصول جانبی آنها آب است، الان راجبش صحبت میکنیم. سلولای سوختی میتوان همزمان برق و آب تولید کنند. مثلا یکی از استفاده های امروزی سلول سوختی در فضاپیما است. در فضاپیما برای تولید برق از سلول سوختی استفاده میشه. این سلول ضمن اینکه برق تولید میکنه، چنان که خواهیم دید آب هم برای فضانوردان تولید میکنه. میگه زمان عملکرد سلولای سوختی با میزان سوخت آنها قابل تنظیم است. اینم جزء مزیت ها است. اما قبل از اینکه بخوایم ببینیم دقیقا سلول سوختی چیه، من میخوام خیلی راحت شفاهی بهتون توضیح بدم. اگه خوب گوش بکنین بعدن به راحتی این سلول سوختی رو شکل درک میکنید. ببینید، برای اینکه کاملا بتونید به همه سوالا جواب بدید و قشنگ یاد بگیرید سلول سوختی رو، این مراحل رو طی کنید. تا میشنوی یا میخونی سلول سوختی میفهمی یه چیزی داره میسوزه، درسته؟ سلول سوختی یعنی یه چیزی داره میسوزه. اون کیه؟ هیدروژن. اینو به خاطر بسپار، کسی که میسوزه هیدروژنه. خب سوختن یعنی ترکیب شدن با کی؟ با اکسیژن. پس ما دو تا بازیگر داریم، یکی هیدروژن و یکی اکسیژن، درسته؟ خب حالا توی این وسط میدونیم که کسی که با هیدروژن واکنش میده، ببخشید، کسی که با اکسیژن واکنش میده دچار اکسایش میشه دیگه، اسمش روشه. خب پس ما دو تا بازیگر داریم، هیدروژن و اکسیژن. کی دچار اکسایش میشه؟ کی با اکسیژن واکنش میده؟ هیدروژن. هیدروژن دچار اکسایش میشه و اکسیژن دچار کاهش. از اول سلول سوختی یعنی یه چیزی داره میسوزه. کیه که میسوزه؟ هیدروژن. سوختن یعنی ترکیب شدن با اکسیژن. این وسط کی با اکسیژن ترکیب میشه؟ هیدروژن. و ترکیب شدن با اکسیژن میشه اکسایش. پس کی دچار اکسایش میشه؟ هیدروژن. و کی دچار کاهش میشه؟ اکسیژن. و کاهش همواره در کاتوده. تموم شد. پس کی کاتوده؟ اکسیژن. شما اگه کاتود و آنودو بدونید همه چی رو میدونید. پس کی شد کاتود؟ کاتود، بگو کاتود اکسیژن، آنود میشه کی؟ اون یکی بازیگرمون هیدروژن. حالا اگه ازت بپرسن الکترون ها سمت کی میرن، یادته که همواره الک که که داره، الکترون میره کجا؟ میره کاتود، یعنی میره سمت کی؟ اکسیژن. همواره کاهش در کجا صورت میگیره؟ در کاتود، یعنی سمت اکسیژن. یعنی میتونی نیم واکنش ها هم بنویسی. الان همواره کاتیونا میرن کجا؟ میرن کاتود، درسته؟ یعنی میرن سمت اکسیژن، درسته؟ قطب مثبت کیه؟ اکسیژن، چون در سلول گالوانی کاتود قطب مثبته. راستی از کجا بفهمیم سلول سوختی سلول گالوانیه؟ بهتون گفتم سلولای گالوانی یعنی باتری، هر چیزی که برق تولید کنه باتریه و سلول گالوانیه. بسیار خوب، حالا به شکل سلول سوختی هیدروژن اکسیژن توجه میکنیم. این بر هیدروژن داره وارد میشه، این بر اکسیژن. یه بار دیگه هم با هم بگیم که خیال من راحت باشه، یاد گرفتی. سلول سوختی یعنی یه چیزی داره میسوزه. کیه؟ هیدروژن. میسوزه با کی ترکیب میشه؟ یعنی با اکسیژن. چون هیدروژن اکسیژن میگیره دچار اکسایش میشه. و کی دچار کاهش میشه؟ اکسیژن. و کاهش در کاتود صورت میگیره. پس اکسیژن کاتوده. مرسی. کاتود، آنود. انتظار داری الکترون ها سمت کی برن؟ کاتود. نگاه کن الکترون ها رو، بله دارن میرن سمت اکسیژن که کاتوده. ببینم کاتیون ها باید کجا برن؟ کاتود. نگاه کن این نوشته قرمز و جهت حرکت پروتون ها از آنود به کاتود. پروتون یعنی چی؟ یعنی همون هاش مثبت، چون بارش مثبته چیه؟ کاتیون. کاتیون کجا میره؟ کاتود. میبینی داره میاد سمت اکسیژن. بسیار خوب، اما نکات دیگه ای هم این شکل داره. اولا اینجا قشای مبادله کننده پروتون رو میبینی و کاتالیزگرهایی که اینجا هستن که کارشون سرعت بخشیدن به این فراینده.
بعد به نظر شما وقتی هیدروژن میسوزه یعنی با اکسیژن ترکیب میشه محصول چی خواهد بود؟ بله آب. و یکی از دلایلی که به سلول سوختی هیدروژن میگن سلول سبز یا انرژی سبز همینه، برای که آب تولید میکنه. یادت بهت گفتم تو فضاپیما سلول سوختی که استفاده میشه غیر از برق، آب مورد نیاز، آب آشامیدنی مورد نیاز فضا نوردارم تأمین میکنه. خب و آب میبینی که اینجا داره خارج میشه، بعد هیدروژنی که وارد میشه، خب بازده هیچ واکنشی، گفتیم بازده سلول سوختی بالاست ولی بازده هیچ واکنشی که 100% نیست، یه مقدار زیادی از هیدروژن واکنش نمیده. از اینجا دوباره هیدروژن که واکنش نداده خارج میشه و بازگردانی میشه، به اصطلاح ریسایکل میشه، میاد دوباره داخل واکنش. و بریم ببینیم نیم واکنش های این سلول چگونه هستن. قبلش میگه سوزاندن گاز هیدروژن در موتور درون سوز بازدهی نزدیک به 20% دارد، در حالی که اکسایش آن در سلول سوختی بازده را تا 3 برابر افزایش میدهد. یعنی بازده سلول سوختی میتونه به حدود 60% هم برسه. خب اینجا هم واکنش کلی سلول سوختی که هیدروژن داره با اکسیژن میسوزه و بخار آب، اینم یاد باشه نکته است، بخار آب تولید میکنه رو میبینیم. البته این واکنش کلیه، ما میخواییم که بریم نیم واکنش ها رو بنویسیم. اینجا هم موارد استفاده سلول سوختی اومده. در همین سوال میگه که اول گفته که ساختار الکترونقطه‌ای گونه های شرکت کننده رو رسم کنید. خب ساختار الکترونقطه‌ای هاش دو پیوندشون یگانه است، دو تا هیدروژن، اکسیژن دوگانه است، در آب هم که دو تا پیوند یگانه او هاش داریم. قسمت ب میگه به ازای هر جفت الکترون پیوندی میان دو اتم یکسان یک الکترون به هر اتم نسبت دهید. ببینید اینجا اینجا یه جفت الکترون پیوندی داریم بین دو تا هیدروژن که یکسان هم. میگه یک الکترون به هر اتم، از بین این دوتا یکی رو دادیم به این هیدروژن، یکی رو به این هیدروژن، یعنی یکی تو دایره اینه، یکی تو دایره این. بعد میگه همه الکترون های ناپیوندی روی هر اتم را به همان اتم نسبت دهید. باز اینجا ما بین دوتا اکسیژن 4 نقطه یا 4 الکترون نقطه داریم، چون دو اتم یکسانن. طبق نقطه اول دو تا از این 4 تا رو دادیم به این او و دو تای دیگر رو دادیم به این او. بعد هر اکسیژن دارای 2 جفت الکترون ناپیوندیه که دو تا ناپیوندیه، این او رو دادیم به خودش، دو تا این هم دادیم به خود اون. به ازای هر جفت، این خیلی خوب دقت کن، به ازای هر جفت الکترون پیوندی میان دو اتم متفاوت، مثلا بین اکسیژن و هیدروژن، هر دو الکترون را به یه اتم بده. به کدوم؟ اونی که خصلت نافلزیش بیشتره. چرا؟ چون خصلت نافلزی یعنی تمایل به گرفتن الکترون، و بنابراین الکترون های اشتراکی یا الکترون های پیوندی به اتمی میرسه که تمایلش برای گرفتن الکترون بیشتره. یادآوری، اگر این نمایی از جدول باشه، مثلا این مستطیلی که الان صفحه‌ای که میبینید نمایی از جدول تناوبی باشه، عناصری که در این جهتن، هرچی این ورتر بریم خصلت نافلزی چی میشه؟ بیشتر میشه. بنابراین فلور، اکسیژن و نیتروژن به ترتیب 3 نفر اولی هن که خصلت نافلزی خیلی بالایی دارن. من دوباره اینجا بنویسم، فلور که مشخص‌تر باشه، بیشتر از اکسیژن، بیشتر از نیتروژن، مدال طلا، مدال نخره، مدال برنز تو خصلت نافلزی. حالا میگه الکترون‌های اشتراکی بین دو تا اتمی که مختلفن بده به اونی که خصلت نافلزیش بیشتره، یعنی تو جدول اونورتره. خب بنابراین در بین او و هاش، چون او خصلت نافلزیش بیشتره، این دو تا الکترون دادیم به او. خب ما این کارو کردیم. حالا میگه ببین اطراف هر کدوم چند تا الکترون هست. اطراف هیدروژن، به هیدروژن یه الکترون اینجا رسید، اینجا به هیدروژن هیچ الکترونی نرسید، اینجا به هر اکسیژن 6 تا الکترون رسید، اینجا به این اکسیژن 8 الکترون رسید. خب
بعد میگه الکترون های نسبت داده شده به اتم را بشمرید. چه مردی؟ آن را از شمار الکترون های ظرفیت همان اتم کم کنید. عدد به دست آمده عدد اکسایش اتم مورد نظر. چی و از چی کم کنیم؟ این عددی که الان به دست آوردیم چجوری؟ اومدیم الکترون های اشتراکی رو بین دو اتم یکسان نصف کردیم، جفت الکترون های ناپیوندی هم دادیم به همون اتمی که مال اونن. اگه دو اتم متفاوت بودن الکترون های اشتراکی رو دادیم به اون که خسارت نافلزیش بیشتره، جمع کردیم بعد الکترون های دورشو، این عدد رو از الکترون های ظرفیت کم میکنیم. خب الان این عدد برای اکسیژن های اینجا شد 6. اکسیژن گروه چنده؟ 16. پس در لایه ظرفیت چه الکترون داره؟ 6. متوجه حرف هم هستین؟ اگه عنصری گروه 15 باشه در لایه ظرفیتش 5 تا الکترون داره، گروه 14 4 تا، گروه 17 7 تا. آفرین. پس 6 تا الکترون داره در لایه ظرفیت، 6 تا هم الان الکترونای دورش شد که این 6 تایی که می‌بینین. اگه تفریق کنیم میشه 0. یعنی عدد اکسایش اکسیژن اینجا 0. داریم عدد اکسایش رو بهتون یاد میدیم. اما در اینجا اکسیژن 6 تا الکترون لایه ظرفیت داره ولی تعداد الکترونای دورش 8 تا. 6 منهای 8 میشه منهای 2. به این میگن عدد اکسایش او. عدد اکسایش او در اینجا منهای 2. پس به خاطر بسپاریم عدد اکسایشی عدد یکسان نیست، در ترکیبات مختلف متفاوته. عدد اکسایش هیدروژن اینجا میشه، هیدروژن یه تک الکترون در لایه آخر داره، میشه 1 منهای 0. دورش هم هیچ الکترونی نیست، میشه 1. ولی اینجا هیدروژن میشه، اینجا میشه 1، ولی در اینجا میشه 1 منهای 1، چون هر هیدروژن یه دونه الکترون داره 0. پس هیدروژن گاهی عدد اکسایش 0 داره، گاهی 1. اکسیژن گاهی عدد اکسایش 0 داره و گاهی عدد اکسایش منهای 2. بسیار خوب. میگه هرگاه بدانید که بیشتر شدن عدد اکسایش نشان دهنده اکسایش یافتن و کمتر شدن آن نشان دهنده کاهش یافتن اتم هاست، در واکنش زیر گونه های اکسایش یافته، کاهش یافته، اکسنده و کاهنده رو مشخص کنید. یه بار دیگه میگه اگه عدد اکسایش کاهش پیدا کنه یعنی کاهش. خب حالا ما اینجا هیدروژن رو به دست آوردیم 0 اگه یاد باشه، اکسیژن هم به دست آوردیم 0، اما هیدروژن اینجا مثبت 1 بود و اکسیژن منهای 2. حالا هیدروژن رو نگاه کن، از 0 رسیده به 1، یعنی عدد اکسایشش زیاد شده. چند تا زیاد شده؟ یه دونه زیاد شده، با فلش رو به بالا نشون میدم زیاد شده رو. خب اما اکسیژن از 0 رسیده به منهای 2، پس عدد اکسایشش 2 تا کم شده، پس کاهش یافته. اکسیژن چون عدد اکسایشش کاهش یافته میشه گونه کاهش یافته، و چی چی میشه اکسنده. آفرین. خب البته اینا رو ما اینجا حالا چاپیشو میبینیم با هم. بله میگه در واکنش بالا عدد اکسایش هیدروژن از 0 به 1 افزایش یافته، برابر این هیدروژن اکسایش یافته و کاهنده است، و اکسیژن که عدد اکسایشش از 0 به 2 به منهای 2 کاهش یافته، کاهش یافته و اکسنده است. بسیار خوب. حالا میگه سوال 3، دانش آموزی نیم واکنش های انجام شده در نوعی سلول سوختی هیدروژن اکسیژن را به صورت زیر از منابع علمی معتبر استخراج کرده، هر یک از نیم واکنش ها رو موازنه کنید. خب اولا بهتون بگم که این نیم واکنش ها رو باید حفظ باشیم. دوما اینو بهتون بگم که اگه نیم واکنش ها رو نداشتیم چجوری باید می نوشتیم؟ یعنی تو امتحان حالا فرض کنید ما سخته برامون حفظ کنیم، چجوری میتونیم درست به خاطر بسپاریم، یاد بگیریم که بتونیم تو امتحان بنویسیم؟ ببین بابا جان، ما یه نیم واکنش اکسایش داریم همیشه. خب یه نیم واکنش چی؟ آفرین، کاهش. اولا من به شما پیشنهاد میدم موقعی که میخوای نیم واکنش بنویسی حتما اول نیم واکنش اکسایش رو بنویسی.
خب یه بار دیگه سلول سوختی رو با هم مقایسه با هم مرور میکنیم. سلول سوختی یعنی یه چیزی داره میسوزه، دو تا بازیگر داره، هیدروژن که داره با اکسیژن ترکیب میشه. پس هیدروژن دوچار اکسایش میشه و اکسیژن دوچار کاهش میشه و کاهش در کاتوده، پس اکسیژن کاتوده و دوچار کاهش میشه. و کی دوچار اکسایش میشه؟ هیدروژن. خب دوچار اکسایش میشه یعنی الکترون از دست میده، پس هیدروژن وقتی الکترون از دست بده شما بگین باید به چی تبدیل شه؟ به هاش مثبت، درسته؟ حالا نیم واکنش کاهش رو میخواییم بنویسیم. کی کاهش پیدا میکنه؟ اکسیژن کاهش پیدا میکنه، یعنی الکترون میگیره. سوال اینه الکترون از کجا میاره؟ میگه که میگیره، قبلا هم بهتون گفتم همواره الکترون ها میرن کاتود، یعنی الکترونی که اینجا میدونه اکسایش همواره در آنوده و کاهش در کاتوده. الکترونی که اینجا تولید میشه میره به کاتود، پس الکترون اکسیژن میگیرتش. ببینم یه کس دیگر همواره میرفت کاتود، کی بود؟ کاتیون هاش مثبت، اونم میاد کاتود که دیدین تو شکل سلول سوختی که اونم میاد کاتود. برابر این هاش مثبت هم در این واکنش شرکت میکنه. حالا من خودم هم اگه بخوام یادم بمونه که اون وقت چی باید بده این، میگم اوکی یه چیزی باید بنویسم که او داره هاش داره، هم او داره هم هاش داره، و همین که مثل این ور که یون مثبت و منفی داریم ذراتی با بار مثبت و منفی و خونسا میشه، اونم خونسا میشه باشه. پس یه چیزی به من بگو که هم او داره هم هاش داره هم خونساه. خب معلومه هاش تو او دیگه، که ببینید همین واکنش هاست، فقط ترتیب نوشتنش فرق داره. یعنی اون اول واکنش کاهش رو نوشته، بعد واکنش اکسایش. خب حالا بریم موازنش رو انجام بدیم. خب اول میریم سراغ اکسیژن. چند تا داریم؟ دوتا. اینجا یه دونه داریم، پس یه دو اینجا میذاریم. هیدروژن چند تا شد؟ 4 تا. پس اینجا 4 میذاریم. یادتون باشه که از نظر بار هم واکنش ها باید موازنه باشن. الان سمت راست هیچ باری نداره، یعنی خنثاه. پس سمت چپ هم باید خنسا باشه. چند تا بار مثبت داریم؟ 4 تا. پس برای خنسا شدن نیاز به 4 بار منفی داریم، به الکترون ضریب 4 میدیم. اما واکنش پایینی، هیدروژن 2 تا، اینجا 2 میذاریم. بازم اون ور خونساه، این ور برای که خونسا بشه ضریب الکترون چند میذاریم؟ درسته 2. حالا گفته که واکنش کلی رو بنویسید. واکنش کلی باید دیگه نیم واکنش نیست که الکترون داشته باشه، باید الکترون ها رو با هم بزنیم. بنابراین اینجا 4 تا داریم، اینجا 2 تا الکترون. پایینی رو در 2 ضرب میکنم، بعد همه رو با هم جمع میکنم، الکترون ها میرن و هاشای مثبت هم با هم میرن، چون اینجا میشه 4 تا، با 4 تای اون ور میره. چیزی که میمونه اینه 2 تا هاش 2 به علاوه او 2 میدهد 2 تا هاش 2، یعنی همون واکنشی که از اول انتظار داشتیم، درسته؟ حالا چاپیشو ببینیم. بله همونطور که میبینید به این شکل انجام میشه. بچه چرا این صفر این واکنش صفر نوشته شده؟ خب برای اینکه هیدروژن رو قراردادی صفر گرفته بودیم. بعد ولی این واکنش که در کاتود انجام میشه، کاهش این صفرش 1.23. اگه این صفر سلولو خواست باید این صفر کاتود رو منهای آنود بکنیم. یه بار دیگه از کجا فهمیدیم اینجا کاتوده؟ به خاطر اینکه کاهش صورت گرفته، کاهش همواره در کاتوده، کاهش یعنی گرفتن الکترون. دقیقا قسمت B میگه EMF این سلول رو حساب کنید، باید بگیم کاتود منهای آنود. کاتود چند بود؟ ای صفرش. آنود چند بود؟ تفاضلش واضحه، اینجا میبینین راه حلشو. بله کاتود منهای آنود. سوال 4. با پیشرفت علم و فناوری سلول‌های سوختی تازه‌ای طراحی شده‌اند که در آنها به جای گاز خطرناک هیدروژن، بچه هیدروژن گاز خطرناکی، یعنی واکنشش با آب حالت انفجاری داره، گاز متان مصرف می‌شود. یعنی متان رو می‌سوزونیم، یعنی به جای H2 به علاوه O2
می نویسیم متان به علاوه O2. می دونید مواد عالی وقتی می سوزن CO2 و H2O تولید می کنن که هر دو به صورت گازن. میگه که حالا معادلش اینطوریه، به این پرسش ها پاسخ دهید، موازنم شده. با تعیین عدد اکسایش اتم ها گونه های اکسنده و کاهنده رو مشخص کنید. خب ببینید CH4 چطوریه؟ اینا اتم های هیدروژن هستن. بچه ها من این ورتر بنویسم که واضح تر باشه. این CH4 خب البته شما میدونید هر کدوم از این پیوندها در واقع دوتا چی هن؟ دوتا الکترون هن. که من در واقع بهتره که به جای اینا الکترون بنویسم. بذارین که شما، میخوام شما بهتر متوجه بشین. این یه الکترون، این دو الکترون، این یکی، این یکی، این یکی، این یکی، این یکی، این یکی. حالا شما دقت کنید بین کربن و هیدروژن، یادتون باشه هیدروژن از تمام نافلزها خاصیت نافلزیش کمتره. قرار بود در پیوندهای الکترون‌های پیوندی الکترون‌ها به کی برسن؟ به کسی که خصلت نافلزیش از همه، از اون یکی بیشتره. پس چون هیدروژن خصلت نافلزیش از همه کمتره، الان این دو الکترون پیوندی به کربن میرسن. این دوتا هم همینطور، این دوتا هم همینطور، این دوتا هم همینطور، همه اینا رسیدن به کربن. پس در اطراف کربن چند الکترون مشاهده میشه؟ 8 تا. خب عدد اکسایز چجوری به دست می اومد؟ شماره الکترون یا تعداد الکترون های ظرفیتی منهای تعداد الکترون های اطراف. چند بود الکترون های ظرفیتی کربن وقتی گروه 14؟ آفرین، 4 تا. میشه 4 منهای چند تا دورشه؟ 8. میشه منهای 4. عدد اکسایش کربن اینجا شد منهای 4. من بالاش می نویسم منهای 4. منهاشم خوب نیفتاد، ولی شما یادتون باشه اون منهای 4. بذارین درستش بکنم. آره خب حالا می خواهیم بریم سراغ CO2. توی CO2 چه شکلی ساختارش؟ اینجوری اگه الکترون نقطه ایشو بکشیم. اینا مال شیمیه، کتاب شیمیه که شیمیه دهم هستش. خب حالا اکسیژن اگه یادتون باشه خصلت نافلزیش خیلی زیاد بود، بعد فلور از همه بیشتر بود، بنابراین الکترون ها به کی میرسه؟ به اکسیژن. البته هر اکسیژن خودش دو جفت ناپیوندی هم داره، این الکترون ها به اکسیژن، اینا هم به اکسیژن میرسه. بنابراین عدد اکسایش کربن اینجا میشه 4 منهای چند تا دورشه؟ هیچی، 0. میشه مثبت 4. من بالای این کربونه می نویسم مثبت 4. اما اکسیژنه چی؟ اکسیژن گروه 16 6 الکترون در لایه آخرش داره، منهای 8 الکترون دورش، عدد اکسایشش میشه منهای 2. اینجا منهای 2ه، در حالی که در O2 چنده؟ O2 رو قبلا حساب کردیم، حالا برای تمرین بیشتر باز من براتون حساب میکنم. این O2ه، هر کدوم هم دو جفت ناپیوندی دارن. خب راستی این وسط یه نکته رو بگم، اگه که برات سوال پیش اومده که اگه ما ساختار لوئیس رو خوب بلد نباشیم در این قسمت دوچار مشکل میشیم، متاسفانه باید بگم آره، و حتما شما با ساختار لوئیس لاغلی مولکول های ساده رو بلد باشیم. خب که مال دهمه. الان الکترون های اشتراکی چون دو اتم یکسانن نصف میشه، یعنی اینا میشن مال این او، اینا هم میشن مال این او، و هر اکسیژن 6 الکترون دورشه و چون 6 تا الکترون هم در ظرفیت داره، عدد اکسایش اکسیژن اینجا 0ه. حالا بیاین تغییرات رو بررسی بکنیم. K
کربن از منهای 4 رسیده به مثبت 4، یعنی عدد اکسایشش زیاد شده، 8 تا هم زیاد شده. وقتی 8 تا زیاد شده، بچه ها اینو من درست ننوشتم، دوباره درستش کنم. وقتی عدد اکسایش 8 درجه زیاد شده، با فلش رو به بالا نشون میدم، یعنی اکسایش، ولی اکسیژن از 0 به منهای 2 رسیده، یعنی عدد اکسایشش 2 تا کاهش یافته، یعنی کاهش. پس گونه اکسنده یعنی اونی که کاهش پیدا میکنه میشه O2، گونه کاهنده یعنی اونی که اکسایش پیدا میکنه میشه CH4. میگه از دید محیط زیست گاز هیدروژن چه مزیتی نسبت به گاز متان دارد؟ خب گاز هیدروژن طبیعتاً آب فقط تولید میکرد، ولی گاز متان وقتی میسوزه CO2 هم تولید میکنه. گاز CO2 زیاد بودنش در محیط باعث آلودگی محیط زیست میشه. و حالا سوال برعکس رو من میخوام بپرسم، خب اگر این آلوده کننده محیط زیسته چه مزیتی داره استفاده از متان؟ چرا باید بیایم متان استفاده کنیم؟ اولش گفتیم گاز هیدروژن نگهداریش ایمنی بالایی نداره، نگهداریش سخته. دومی که تولیدش هم، تولید این سوخت از تولید متان برای کشوری مثل ما که دومی منابع گاز دنیا رو داره، کار خیلی سخت تریه. بنابراین حقیقت شو بخواین، کتاب نگفته ولی در کشور ما تقریبا تمام سلولای سوختی از سوخت بسیار ارزان و آسان نگهداری شونده متان استفاده میکنن.